دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن. کتاب بازی رژیم در مذاکرات اتمی. همزمان با سالگرد شروع مذاکرات اتمی رژیم آخوندی با کشورهای عضو برجام در وین، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا کتابی تحت عنوان ایران بازی رژیم در مذاکرات اتمی و سوتیتر قانونگذاران از هر دو حزب و متخصصین امنیت ملی با برداشتن تحریم‌ها و خارج کردن سپاه پاسداران از لیست سازمان‌های تروریستی خارجی مخالفت می‌ورزند منتشر کرد. این کتاب که در 70 صفحه و 14 فصل منتشر شده، اوضاع بحرانی رژیم آخوندی و ضعف و درماندگی رژیم در مقابله با قیام‌های سراسری مردم ایران و افزایش فعالیت‌های کانون‌های شورشی را به نمایش گذاشته و نشان می‌دهد که ولی فقیه درمانده ارتجا در ترس از استمرار قیام‌های 4 سال گذشته به روی کار آوردن رئیسی از یک سو و دادن قدرت مطلقه به نیروی سپاه پاسداران روی آورده است. در این کتاب اظهارات اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا و نیز متخصصین بلندپایه امنیت ملی آمریکا مبنی بر ضرورت اعمال فشار بیشتر بر روی رژیم آخوندی و لغو هر گونه امتیاز به ویژه به سپاه پاسداران برجسته شده است. متخصصین برجسته همچنین به سیاست درست در قبال رژیم ایران که همانا ایستادن در کنار مردم ایران و حمایت از خواسته اکثریت مردم ایران مبنی بر سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه و برقراری یک حکومت جمهوری مبتنی بر رأی و حاکمیت مردم و جدایی دین از دولت پرداختند. این کتاب حاوی نظرات اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، مقامات سابق آمریکا شامل وزرا، معاونین وزرا و مدیر کل‌های وزارتخانه‌های مختلف آمریکا، ژنرال‌های ارتش آمریکا و متخصصین از چندین بانک فکری برجسته شامل بنیاد هریتیج، شورای آتلانتیک، مرکز استیمسون، مرکز بلفر برای علوم و روابط بین المللی دانشگاه هاروارد، انستیتو ملی برای سیاست عمومی و مؤسسات جیسنا و اینسا می باشد که همگی از زوایای مختلف رفتار رژیم ایران و وضعیت بحرانی آن را بررسی کرده و نتیجه گیری کردند که تنها سیاست مناسب قاطعیت در برابر رژیم، استمرار تحریم ها، نگه داشتن سپاه در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی و مورد حسابرسی قرار دادن مقامات رژیم و همینطور به رسمیت شناختن حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت و سرنگونی حاکمان خونریز ایران است.